سلام، امروز شنبه 11 آبان ماه، من شکوفه نبی‌زاده همراه ما باشید با بسته خبری شبانه 2020. شنیده های خبرنگار کرمان نو حکایت از آن دارد که رئیس جمهور احتمالاً آخر هفته به منظور افتتاح چند پروژه به سیرجان سفر می‌کند. محمدی رئیس دادگستری شهرستان زرند گفته با انجام دستور ابلاغی از رئیس قوه قضاییه شاهد کاهش 31% زندانی ها هستیم. یکی از عمده‌ترین دلایل این کاهش استفاده از مجازات های جایگزین حبس بوده. غفاری نژاد معاون امور صنایع سازمان سمت کرمان گفته تنها 10% از 39 واحد صنعتی معرفی شده به بانک های استان تسهیلات تبصره 18 را دریافت کرده و بقیه درگیر مشکلات بانکی هستند. به گفته مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، استان کرمان 30% لاستیک کشور را تولید می‌کند و در صورتی که دو کارخانه لاستیک بارز و جیروف تقویت و عملیاتی نشوند، تولید لاستیک در کرمان کاهش پیدا می‌کند. سلاجق مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری با اشاره به اینکه ذخایر آب استان مسون‌سازی شده گفته این مسون‌سازی در دو بخش شهری و روستایی انجام شده و ذخایر آبی ما مشکلی ندارد. قادر مدیر کل گمرکات استان کرمان میگوید استان کرمان در 7 ماهه سال جاری 346 میلیون دلار صادرات داشته که این میزان نسبت به سال گذشته با 32% رشد همراه بوده. شمسی مسئول واحد سلامت نوجوانان مرکز بهداشت شهرستان کرمان گفته بیش از 800 مدرسه تحت پوشش مرکز بهداشت هستند و برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف به صورت رایگان در این مدارس انجام میشه. فردا هوای کرمان صاف تا کمی ابری، گاهی با افزایش ابر همراه خواهد بود. حداکثر دما 23 درجه و حداقل آن 4 درجه پیش بینی شده. شما هم میتونید سوژه های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sennewsman و از طریق اینستاگرام به آیدی @kermanunderline9 و همچنین از طریق واتساپ به شماره 935 344005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.